الله یحفظی مثلا بس تفاهم کلمه اصطفا اینده می فهمونه از همه سریعتر آیه اسم می فهمد الله اعلم حیث و یجع و رسالته، خدا خودش بهتر می دوند که رسالت رو کجا قرار بده. این بهتر می دوند که بهتر تشخیص می ده. پس معلوم می شه که همه افراد اون صلاحیت رو ندارن و این صلاحیت روی صلاحیت خاص یا ذالک فضل الله یوتی من یشا. حالا نه یوتی من یشا اون خصوصیت رو نمی فهمونه ولی الله اعلم می ده. حالا برای این مسئله دومتون که سوال کرده تا آخرم تکرار کردید که دوتا سرمایش که مسئله عدد انبیا بود، یکی هم مسئله ختم نبوت. مسئله عدد انبیا که چقدر بوده این در قرآن چیزی نیامده، در حدیث آمده و جز مسائلی نیست که ما حتما باید معتقد باشیم که مثلا پیغمبر هم 124,000 بودن یا بیشتر بوده یا کمتر بودن. یه حدیثی هم هست از پیغمبر که به ابوذر فرمود که 124,000 پیغمبر بودن. این نه مسئله مهم نیست. منظورم تعداد نبود، منظورم این که در چه فواصلی واقعا و چه شرایطی لازم میشه حفظ کنن. حالا اینجا بگرمید اون مسئله دیگر فرو هست. مسئله دیگری که ذکر کردید این بود که در چه شرایطی ضرورت پیدا می‌کرد که پیغمبر بیاد و بعد چطور شد این چه شرایطی بود که پیغمبر آخر زمان آمد و بعدم نبوت ختم شد. این مسئله ختم نبوت بیشتر یعنی اونم مقدمه بحث ختم نبوت است که ما در همون مقاله ختم نبوت تا این روی این بحث کردید. شما اگر اون مطالعه بفرمایید بعد روی اون اگر سوالی داشتید سوال بفرمایید. در این حال اگر هم لازم باشه ما روی اینم بحث بکنیم. اون توی یاد داشته من بود که روی این یعنی یادداشت کرده بودم که ببینم اگر لازم شد. بله مثلا خصوص نبوت خاصه هم بله اون به نبوت خاصه نه حتم نبوت غیر از نبوت خاصه هست اصلا فلسفه ختم نبوت اصلا علاقی. و اما اون جستجویی که بعد سال کردی تو زیاد داشته من نبود، مسئله این که آیا در همه امتها و ملتها آیا پیغمبر آمده است یا نیامده یا سرزمین خواهد بود. چرا دلیل که و اما مسئله آخری جواب میدم، اما مسئله این که چرا در سرزمین خاص که پیغمبر زیاد بوده این بستگی پیدا میکنه با همون الله اعلم جل و علا. یعنی این وقتی که بستگی داشته باشه به استعدادهای مخصوصی که در افراد هست مسلما سرزمینه ها هم تأثیر دارد در پرورش استعدادها. امروز مران میگن که به اصطلاح میگن که شرق سرزمین عرفان به افراد. این یه امر به اصطلاح گذاف و گتره نیست که مثلا تفصیل چما قربی ها اصلا بیشتر به محسوسات میپردازن و شرقی ها بیشتر به نامحسوسات میپردازن، یعنی اینا بیشتر به این سو کشنده میشه اونا به اون سو. محیط و محیط جغرافیایی و اوضاع و احوال و گرمی آفتاب و اینها در پرورش جسم انسان مفیده و وقت جسم هم در پرورش های محسوس روح تأثیر داره. این مانعی نداره که بعضی از سرزمین ها آمادگی بیشتری داشته باشه برای پروراندن افرادی که استعداد اشراق و الهام دارن اجمالا، که اگر بگیم بعضی از سرزمین ها بیشتر پرورش داده اینجا. اما اینکه آیا بعضی سرزمین ها به کلی عاری بوده که فقط یه نقطه دنیا مثلا بوده که همون سرزمین فلسطین و حجازی اینها باشه دیگه سرزمین های دیگر دنیا اصلا پیغمبر هیچ پرورش نداده، اینو ما با تاریخ نمیتونیم اثبات بکنیم که بوده، نمیتونیم که همه جا بوده، نمیتونیم اثبات بکنیم که بعضی جاها قطعا نبوده. قرآن میگه به این امت این من امت الله خلافی ها نزید. قرآن میگه در تمام ملت ها نظیری وجود داشته. تاریخ هم نمیتونه ثابت بکنه که حتما نبوده ولی قرآن میگه بوده عبده. مجاز ما با تاریخ میتونیم اثبات بکنیم که در سلام سرزمین آیا پیغمبر ظهور کرده یا نکرده، اما نمیتونم نفی هم بکنیم که نبوده. قرآن هم به طور کلی میگه به این من امت الله خلافی آنه. حالا جو کردی؟ سال بعدی که اگر چون ممکنه به مسائل دیگری هم احیانا کشیده بشه جوابش، چون این ایراد نفرمایید، برای اینکه به هر حال هیچ مسئله نیست مستقل از مسائل دیگه باشه، خانواده ها مجبوریم که همبستگی مسائل رو حفظ کنیم. این که اصولا مسئله نبوت ما با چه دیدی نگاه کنیم به اصولا جهان یعنی انسان و اینکه با چه دیدی به سرنوشت انسان نگاه کنیم که این زندگی انسان و اینکه نبوت چرا لازم و ضروری شده، آیا ضروری بوده نبوده. یه دید اینه که ما فکر کنیم خب انسان هم مثل دنباله مثل موجودات دیگه در حال موجود در یه مرحله عالی تری هست وجود داره و هدف از این زندگی در این دنیا اینطوری که بعضی شواهد و بعضی هم معتقدن اینه که انسان هم
یک مرحله از عمر گذشتن از این مرحله از عمر یا از تاریخ، هر دو، هم عمر یک فرد و هم عمر تاریخ، یه به مرحله عالی‌تری برسه و یه عده از اینا برای یک زندگی بعدی که حالا ما عادت می‌داریم برگزیده بشن، اونایی که جمع عالی‌تری نوع شاید جدیدی باشن، نوع برتری از انسان فعلی که ما الان می‌شناسیم حتی باشن. برای این کار لازم بوده که از تجربیات و آزمایشات زیادی باشن و برای این کار به نیروها به ضعف و قدرت‌های مجهز هستش. ما اینو جنبه 100 درصد طبیعی بهش بدیم، منظور نه با نفی خدا، یعنی ببین خداوند خواسته یک چنین سیر تکاملی طی بشه و ایده برگزیدی برای جهان بعدی هم بشن، منتها به اینا اگر از انسان از نوع انسان غریزه رو به اون قدرتش گرفته در جاش عقلی داده که تشخیص بده، پس با این عقل حالا اونهایی که بتونن عقل بهتر به کار بندازن مسلم این تکاملش میدن و یه زندگی عالی‌تر انتخاب میکنن، خانه‌ها جز برگزیده‌ها خواهند شد، جز کسانی که باید زندگی بعدی رو میتونن داشته باشن. اونهایی که نه این به کار نندازن جز برگزیده‌ها نمیشن و یا نوع تازه در نوع فعلی که نسبت نوع بعدی پس در خواهد بود میمونن. مثلا این تکامل رو قبول کنیم اون انواع پس در زندگی معمولیشون موندن، یه عده خاصی بودن که تونستن به نوع عالی‌تری برسن به علت استعدادهای خاصی که داشتن. اگه با این دید نگاه کنیم، یعنی این دید رو بخوام حساب فکر بکنیم، خیلی خوب، انسان هم عقل بهش داده شده، همین که اشاره کردم. حالا باید به حال خود رها، اینجا دیگه احتیاج به نیروی اضافی دیگری نباید فایده تن باشه، یعنی فرد همش بر فرده. خیلی خوب، باید انسان با این عقل، چون همه دارای عقل هستن دیگه، رها بشن. اونی که واقعا این عقل به کار انداخته، استعدادش رو رشد داده، خیلی خوب میتونه درک حقایق بکنه و راهش رو تشخیص بده، همونطوری که حالا اون موجودات پست‌تر فرض بکنه که غریزه بهترین نوع زندگی رو میکنه از لحاظ شرایط خودشون، انسان هم به کمک عقل بتونه بهترین نوع زندگی رو که باید خودش بکنه به مرحله عالی برسه. منتها اونایی که استعداد بیشتری دارن مرحله عالی میرسن و جز کسانی میشن که میتونن بعدا به نوع جدیدتر عالیتری تبدیل بشن. اونهایی که ندارن یا به کار نمیدازن خانه ها میباید بمونن دیگه. خب حالا اینجا چه لزوم داشته پیغمبری بیاد باز هم ضمنی که انسان این عقل رو داره که بهش داده شده که تشخیص راهش رو بالاخره بده به جای یعنی جبران اون چند بود غریزه و قدرت غریزی شده، چرا باز پیغمبری بیاد راه نشون بده؟ اینجا به نتیجه بین کسانی که عقلشون مثلا به کار میبرن و که نمیدونن اختلافی حاصل نشه یا این سیر تکاملی به شکل طبیعیش طی نشه، چرا یه عامل اضافی مرتب بیاد بخواد این هشداری بده؟ و اگه قرار این عامل اضافی بیاد اون وقت خب این مسئله عقل چقدر میتونه مؤثر باشه با توجه به این تضادهای نیروهایی در انسان هست که عده ممکن عامل اضافی رو درک بکنن، عده این نکنن، از این راهنمایی پیغمبر را استفاده بکنن یا نکنن. به هر حال یا اینطور بتونیم بگیم که از این جنب مطرح کنیم که اگر باز هدف این بود که بشریت، همه بشر، همه انسان ها در راه صلاح سیر بکنن و قدم بگذارن، چرا به همه این استعداد داده نشد بنزه کافی که خودشون مستقیما حقایق زندگی رو که باید راهنماشون بشه درک بکنن، فقط یه معدود این کارو بکنن؟ خیلی خوب، همین این حسی که الان روش بحث کردیم قسمت آخر صحبت روش بحث شد، این حس داشته باشن که بتونن درک بکنن، منتها همه درک کنن، اونی که میتونه به دنبال درکش هم قدم برداره خب جز کسانی که برگزیده است و جز صالحین خواهد بود، اونی کسی که درک میکنه راهو بعدن قدم بر نمیداره خب جز کسانی که گناهکار است و مسئوله. ولی این درک رو به همه داده بشه که پیغمبر لازم نیست هر آن بیاد، همه این حس درک این حقایق از جهان موجود یعنی خیلی داشته باشن، حقایق رو بتونن درک کنن، منتها هر کس پیروی کرد انتخاب میشه اگه نکرد نمی. چرا فقط یه عده این درک به همه داده نشه؟ بعضیا همونطوری گفتیم یک پتوی کوچه‌ای ازش دارن که حالا در رویای صادق یا نویدی تجلی میکنه، یه عده بیشتر دارن میتونن مسائل رو بفهمن. اگه ما فکر کنیم با این دید، یعنی اصلا اصل نبوت با این دید از جنبه اینکه واقعا انسانیه و نوع انسان چه سرنوشته و چه شکل با این نیروهایی که درش هست، چرا این سالها خلاصه چطوری جواب میشه داد؟ از این مسائل آخرش بحث کردیم که چون واردش نشدیم تک تک فرسا من به پایتی نظرم رسیم چی بمونم از کنی قصد آخر اونی که شما فرمودی همون راهی بود که ما تیه کردیم، منتاش من خیلی مختصر و به اجمال عرض کرده آمدن پیغمبران نه برای این است که نیروی عقل مردم راکد بشه یعنی جانشین عقل بشن، بلکه برعکس است، برای بکار انداختن عقل است و برای آزاد ساختن عقول است و این جزء نصوصی است که در خود اسلام آمده دیگه. اولا شما در خود قرآن میبینید که این مسئله لعلهم یعقلون لعلکم تتفکرون این چیزا هست که اصل بنای قرآن بر زنده کردن عقل و بر بیدار کردن عقل و بر پاره کردن زنجیرهایی که عقل را در بند می کشد از قبیل تقلید مثلا اینا وجدن آبا انا علا امه و انا علا فارم مختدون
که من یه وقت قرآن مطالعه کردم دیدم هیچ پیغمبری جز مشترکات همه پیغمبرانی که همین است که با این حس تقلید مردم مبارزه کرد. حرف ما این است که اگر پیغمبران نیامده بودن و رهبری نکرده بودن از یه عقل در ما حد کودکی مونده بود و بشری از بین عقل نرسیده بود. ما حالا الان بشر آزاد شده رو داریم میبینیم، این میده به کره ما. خیال بکنیم اگه بشر پیغمبران هم نیامده بودن در چند هزار سال پیش، امروز میره به کره ما. در صورتی که این پیغمبران بودن که هی آمدن در این زنجیرها را از عقل بشر ای فاره کردن و به اون شخصیت دادن. آخه موجودی که در مقابل ساخته خودش تعظیم میکرده، عرض کنم که آتش پرستش میکرده، نمیدونم خاک پرستش میکرده، سنگ پرستش میکرده، میگن هیچ موجودی در دنیا نیست که مدت خدایی کرده. اون وقت پیغمبرانی وقتی که میان او را از عبادت هر چیزی جز خدای یگانه آزاد میکنن و یک تکیگاه دیگری بهش میدن، تا این تکیگاه ها را ازش میگیرن، توجه کردید؟ و او را میگن تا اشرف مخلوقات هستی، کرمنا بنی آدم و حمل ناهم فی البر و البحر، اینها برای تو آفریده شده. حتی میگه خورشید و ماه و ستاره اینو مسخر توست و برای توست و تو اشرف مخلوقات هستی. اون وقتی که این بشر دست و پاش آزاد میشه، حضرت امیر فرماد در با فلسفه آمدن پیغمبران فرماد که ثم بعث فیهم رسلا و باطر الیهم انبیاء لیستعدوهم میثاق فطرته. پیامبران خوش در هم فرستاد، هی فرستاد تا اون پیمانی که در فطرت مردم از اونها گرفته از اونها بخواد. این تعبیر عجیبی است، یعنی اونها در جاده فطرت و طبیعتشون بیاندازه موانع فطرتشون رو برطرف کنه. و یذکروهم منسی نعمته، نعمتهایی که بهشون داده و فراموش کرده بیارشون بیاره که بشناسن بهشون تو چی هستی و چه نعمتهایی به تو دادم. این نعمتهایی که تو در خود در خدمت او قرار میدی او در خدمت تو باشه. و یسیرو لهم دفائن العقول، دفائن گنج رو میگن که در زیر خاک هست، چون در زیر خاک از خاک میشه گرفته، آدم از روش را میره و نمیفهمه که زیر خاک گنج هست. اثارت در طرف کردن خاک ها، تا خاک ها را از روی گنجینه های عقل ها بردارن. توجه کردی؟ پیغمبران این نیروی اضافی که شما میگید، این نیروی اضافی نیامده که حتی کمک باشه برای عقل، مافوق کمک برای عقل. تا چه برسد که بگیم که آمدن که بگن عقل میگن تو برو اونجا کار نداشت، ما کار میکنیم. ما خواستیم عرض بکنیم اگه ما باشیم به این ساختمان بشر میبینیم، این ساختمان بشر رو میبینیم، هم نیاز دارد به رهبری و هدایت، همون که شما تعبیر میکنید که عقلشو کمک بکنید، هم نیاز دارد علاوه بر رهبری و هدایت این که اون غریزه منفعت جویی فردی او را رام بکند، یا به قول افترای بگیدی را تعالی بده. توجه کردید؟ یعنی این متوجه یک مسائل بالاتری بکند تا مساله اجتماعیش هم بر همین اساس تنظیم بشه. اما این که کسی بیاد بگه آقا چرا همه افراد، چرا از بشر اینجوری آفریده شد، چرا اونجوری آفریده نشد، چرا به همه افراد نبوت داده نشد، این چراها در متن خلقت هست صحیح نیست. یعنی خلقت رو یک نظام لایتخلفی حرکت میکنه که این نظام را نمیشه تغییر داد. اینم که من عرض کردم نیاز به نبوتی و هر کسی میگه، این معناش این نیست که چون بشر نیازمنده بر خداوند واجب شد، خداوند خودش مکلف دانست و بر خداوند واجب شد پیغمبران بیاد خلق بکنن تا اینکه این نفس خلقت برطرف بشه، این نیست. آقای مهندس بازرگان اینجا نقل میکنه از آقای عباشافان فروغی که مثل عباشافان فروغی نمیتونه این چیزا که برای این خیال کردن برای خدا آیین نامه معین کردن، این صحبت آیین نامه نیست. توجه کردید؟ صحبت این است که اگر ما مسئله نیاز رو مطرح میکنیم، برای اینه که در خلقت اگر چیز مورد نیاز نباشد، اگر هم به وجود بیاد حذف میشه. یعنی یه چیزی نمیتونه در خلقت باقی بمونه الا این که با سایر نیازها هماهنگی داشته باشه. توجه کردید؟ و البته طرح خلقت رو ما طرح کامل بدونیم، صحبت آیین نامه و تکلیف حرفا نیست، طرح خلقت طرح کاملی است. این ترک در کامل تحصیلی را در جای خود جنی از ناحیه خداوند، اگر موجود، اگر در خلقت نیازی باشد
و استعدادی باشد و امکان پذیرشی باشد. ممکن نیاز باشد و امکان پذیرش نباشد. اگر نیازی باشد و امکان پذیرشی باشد، فیض خداوند مطلق است، افاضه می کند. پس مسئله نیاز رو میگه واسه یه رکن از پیدایشی. ما نشربی چرا افراد بشر اینطور نیستن؟ خلقت یه نظامی دارد، نظام منظمی دارد. هر موجودی در مرحله خودش که موجود شدن نمیتونست غیر از اون باشه که هست. بشر در این مرحله این که هست با این نیاز هاش، با همین نقص هاش، با همین کمال هاش، این نمیتونه غیر از این باشه، نمیتونست از این ناقصتر باشه، نمیتونست از این کاملتر باشه. یه دیگه چرا نمیدونه همچین که هست؟ من یه وقتی که از کردم بهترین مثال در باب این نظام خلقت مثال اعداد هست. این که انسان فرض میکنه که یه موجودی در مرتبه موجودی دیگری باشه، چرا این اون نشد، چرا اولاق انسان نشد، چرا انسان اولاق نشد، حتی چرا زید عمر نشد، چرا عمر زید نشد، چرا ابو جهل پیغمبر نشد، چرا پیغمبر ابو جهل نشد، درست این بگم چرا چهار پنج نشد، چرا پنج چهار نشد. حتی چهار بودن چهار به همینه که در این جایی که هست باشه، اگر چهار از اینجا برداره، نه اینکه چهار رو ما هفت کردیم، حتی چهار جا هفت هفت را از سر جای خودش برداریم بیه سر جای چهار، نه اینکه هفت را جاش عوض کردیم، ولی هفت هفت هست، از هفت جاش عوض بشه خودش خودش نیست. اشیاء در این عالم، موجودات در این عالم به اصطلاح فلاسفه وجود مرتبه شد مقلمشونه، یعنی هر موجودی در هر مرتبه ای که وجود داره وجود اضافه شد، اصلا محال است، فرد امر محال است. همینطوری شما در حساب هندسه اصلا فکر نمی کنید که بگید آقا چرا هفت هشت نشد، چرا هشت هفت نشد، در نظام شد اصلا اینجوره، این چرا ها نمیاد اصلا. منم این مسئله نیاز را عرض کردم، دید دنبالش نیاوردم بگم آقا چون نیاز این چنین است. البته بعضی متکلمین بودن که اینجوری میگفتن چون چنین نیاز بود بر خداوند قریح بود که مثلا پیغمبران نیاورد. اگه خداوند پیغمبران نمیفرستاد فقط کار زشتی رو مرتکب شده. نه، اگر نیاز بود و استعداد هم بود، هم نیاز بود هم امکان افاضه زیست، قطعا میشید. اگر نیاز نباشه یه موجودیست که باقی نمیمونه در خلقه، مثل انگشت اضافی، توجه کردید که خود طبیعت حقش میکنه، خلقت هستش امری که مورد نیاز نباشه و با سایر چیز دیگه تلازم نداشته باشه، صرفا هم وجود پیدا میکنه، حدش میکنه، ترجش میکنه. آلمان من خیلی خوب دیرو بنام چشم از اون که یکی مسئله اول مسئله اصول دین بود که فرمودید اصول دین سه تا و در مذهب میگن هشت تا. مذهب شیعه میگن هشت تا، در حالی که به نظر بنده اصول دین دو تا است. چون اصول اون رو میگیم که منشعب از هم دیگه نباشه، یک شهید هیچ لبابنه و معاد زائیده این دوست. این اگر کسی توحید رو بپذیره و نبوت هم بپذیره اوتوماتیکمان و خواه ناخواه معاد رو میپذیره، مگر دومی رو نپذیرفته باشه. و نه توحید چی ما ارتباط نداره، یعنی یک کسی میتونه خود آفرت باشه و انبیا رو قبول نکنه، کمان که بسیاری از دانشمندان دنیا هستن و بودن که انبیا رو قبول نداشتن و خدا رو قبول داشتن. ولی کسی که خدا را قبول کنه و انبیا را قبول کنه سومی رو نمیتونه قبول کنه، به خصوص اینکه سومی طبیعی نیست، یعنی چیزی نیست که خود آدم حسی ازش بکنه. حالا خدا پرستی رو خود آدم حس میکنه، شاید سرپرستی هم و هدایت هم احساس نیاز بهش میکنه، اما معاد چیزی نیست که خودش اگر بهش نگن و تلقیم نکنن و تکلیف نکنن که راجب این مطالعه کن و فکر بکن پیش خودش بکنه، بعد از اینکه من مردم دوباره زنده میشه. اما تر مسئله راجب این که انبیا آیا وجودشون ضروری است یا نه، اما این مسئله این کتاب یا در قرآن یا در حدیث آمده باشه، حدیث معتبری که ما باید این رو بپذیریم، این یه چیزی بوده که متکه استنباط علمای اسلامی کردن و جایی بگن اصول دین دو تا در نتیجه فرق نمی کنه. ببینید شما میگید معاد، تا این مطلب رو قبول بکنید کسی اگه منکر معاد باشد مسلمان نیست،
ولی به اعتبار اینکه انکار معاد انکار نبوت توجه کنید، پس در اون اصل مطلب شریک است. حالا شما میخواید بگید این پایه است یا پایه ها است یا پایه ها نیست، اما من میخوام بگم که اونها هم که این حرف رو گفتن روی یک حساب رو گفتن، بی حساب بی حساب هم نگفتن. و این است که بگو شما، من هر شما رو اول تکمیل میکنم بعد جواب میدم، بعد جواب میکنم. ممکن شما بگید آقا نماز هم پس از اصول دینه، برای این که از ضروریات دین نمازه، یعنی نمیشه از ضروریات نبوته که نمازه، چون نماز هم کسی اگه انکار بکنه سلام مسلمان نیست دیگه، و خیلی از ضروریات دیگری ما داریم. معاد هم در ردیف اونهاست، چون پیغمبر گفته و قطعیست که پیغمبر گفته است، و اگر کسی انکار بکند این را با قبول نبوت سازگار نیست، از این دیگه نمیگیم ضروری. ولی نه، علتش این است که در قرآن راجع به معاد نظیر نبوت و توحید ایمان خواستن. توجه کردید؟ به ما گفتن ایمان بیارید به خدا و ایمان بیارید به پیغمبر و ایمان بیارید به قیامت. از موضوعات ایمانی شناخته شده. کتب و رسول هم هست، ولی کتب و رسول تابع پیغمبر است. در قرآن میگه آمنوا بالله و رسله و کتبه و الیوم الاخر. ملائکه هم که هست به عنوان این که اینا واسطه وحی هستن، ولی وقتا هستم در مثل ملائکه مطرح هست. به هر حال قیامت در قرآن هر جا که مطرح شده به عنوان یک چیزی که بهش ایمان بیاریم. اونا که وقتی گفتن اصول دین یعنی چیزهایی که ما باید به اونها ایمان بیاریم. به نماز نگفتن ایمان بیاریم، ولی گفتن که چیز ایمان بیاریم به خدا و پیغمبر. و و یه مسئله خودتون در آخر اشاره کرد، یه موضوع ایمانی هم هست، یعنی همین جوری که در خدا، خود خدا در فطرت روح انسان یک آیه ای دارد و انبیاء و نبوت هم همین جور، معاد هم اصلا در روح انسان یک پایه ای دارد، یعنی همین احساس بقا، تمایل به بقا. توجه کردید؟ این چیزی هست در انسان. انسان از نمیتونه، یعنی فکرش و شعورش و ادراکش طور داده شده که نمیتونه بپذیرد فنا و نیستی خودش را، لااقل معادش را به صورت بقا نامش، بقا اسمش، نمیدونم بقا یادگارش، به صورت بقایی میبینه. و میخوام بگم مایه‌ای از ایمان در روح انسان نسبت معاد حق. ولی به هر حال حق اساسی این است که شما بخواید این را دوتا بدونید یا ستا بدونید به جای ضرر نمیدونه. متکلمین که این حرف را گفتن اساس حرفشان این بوده که در قرآن معاد موضوعات ایمانی شرافت شده. حالا شما در این حال مخواید قبول بکنید، مخواید قبول نکنید، قبول نکنید به جای ضرر نمیدونید. ما اون دو اصل اول را از طریق عقل و استدلال میپذیریم، یعنی علائم استدلال دلیل مطالعات علمی، در حالی که معاد رو از این طریق نمیتونی بپذیری. فقط اینه، این حالا معاد رو اگه بحث کنیم به اندازه یک در نبوت میشه بحث کرد، دلیل عقلی در معاد میشه بحث کرد. اما مسئله طرح این مسئله نبوت که جناب عالی فرمودید که یکی از مسائلی که آیا بشر احتیاج و ضرورتی داشت به اینکه به انبیای برش بیاد یا نه، که سوال شخصی شما آقای دکتر به ما کردن، اتفاقا جوابی که دادید جوابش اعتراضی بود که بنده صحبت خود شما داشتم، و اینی که اصولا طرح اینجور سوال درست نیست. ما نباید بیایم فرقها را به هم بزنیم و فرق درست بکنیم. اگه اینجور راجع به خلقت بخوام فرق درست بکنیم، ضمنی که انظر علمی غلطه این طرح بحث کردن، هزار فرق پیش میاد که اگه آسمان اونجوری بود، اگه زمین اینجوری بود، اگه بشر اینجوری خلق شده بود، اگه بشر اونجوری خلق شده بود، اگه نواقص نبود، در حالی که اینا رو هیچ وقت نباید ترک کرد. باید وضع موجود رو که وجود داره و خلق شده و خارج از اختیار ما هم هست، فقط این به عنوان فرض و پذیرفته باشه و هر شروع کنیم. حالا ببینیم که در این وضع موجود انبیا چه جور اومدن، با چه دلایل اومدن، چه نقشی بازی کردن، حالا وجودشون چه حقیقتی داشته باشه. و الا همون سوال ایشون مثلا مطرح میشه که خب ما چه احتیاجی هست که یه نفر بیاد بالا اگر به همه تک تک ارتباط بده میگیره. من این سوالا، ولی اصلا طرح سوال اینجوری به نظر من درست نیست. و از این سوال پایین میکنم،
اغلب راجب خدا هم راجب مثلا خلقت انسان هم میکنن، اگه آدم به جای دو تا پا مثلا چهار تا پا اگه چی بود، اگه مثلا مریض نمیشد چی بود، در حالی که اینا اصلا بحث علمی نیستن، خارج از بحث علمی هستن، بحث موجود رو ما باید بررسی بکنیم. و بهتر این که ما ببینیم که از همه مهمتر وظیفه انبیا چی بوده، چون این مسئله مسئله مبتلافهی است که در تمام اجتماعات هست، چون اون کاری که کردن بهترین دلیل وجودشون بوده. در سیر داشتم یه اشاره میکردیم که اصولا انبیا چه نقشی داشتن، بنابراین وجودشون سرورش خود حس میشه، و چه نقشی دارن الان، چه نقشی دارن. آیا انبیا فقط برای این اومدن که همونطور که اشاره فرمودید به ما بگن خداوند چرا شما را خلق کرده و بعد با شما چه رفتاری خواهد کرد، معادی هست، یا اینکه برای شما احکام و قوانین معین بکنن و این احکام و قوانین رو برای زندگی اجتماعی دنیاتون هم لازم و ضروری است و باید حتما انجام بدید. و جواب دلائلی که علیه این میارن که کشورهایی بدون این قوانین و احکام الهی زندگی میکنن یا شاید زندگیشون هم بهتر باشه، جواب اون چیه؟ و آیا این احکام چطور میتونن دائم باشن؟ آیا اصول احکام باید گفته بشه یا باید برگشتن گفته بشه؟ و اگه نبوت شما ختم بکنید بعد اون وقت احکام رو چجوری میتونید توجیه کنید؟ احکام باید تغییر بدید برای اجتماعات آینده. بنابراین اگه ما به طور واضح بتونیم وظیفه انبیا رو معیار بکنیم، خود ما اون ضرورت هم خودش خود به خود حل میشه. و این بهترین طرز به نظر من بحث این بحثیست که آقای منزادگان تو کتاب رایت نشده راجع به انبیا کرده و شاید هیچ سابقه اصلا نداره این طرز بحث، که اول انبیا رو میاد تعریف میکنه، آقا هر چیزی که ما از علمی مثلا مطالعه کنیم باید تعریف کنیم، در فیزیک هم در سایر علوم هم باید تعریف کنیم اینا انبیا چه افرادی بودن، چه تفاوتی با نوابغ داشتن، با رهبران سیاسی، رهبران نظامی، رهبران فلسفی، رهبران ریاضی، رهبران هنری، چه تفاوت فاحشی شو حتما اونجا مطالعه فرمودید. او اول دونه دونه ذکر میکنه که آدم حالا چیز نمیگه، خیال میکنه مثلا خیلی فرقی بین مثلا پیغمبر یا سقراط نبوده یا بین اینشتین یا فلان نبوده، در حالی که اونجا قشنگ تفکیک میکنه و تعلیل میکنه که انبیا اصلا یه سطح خاصی داشتن و یه ماموریت خاصی داشتن و یه صفات مشترک خاصی داشتن، و از اونجا ما شروع میکنیم فهمیدن به اینکه پس اینا افراد خاصی بودن و از خودشون هم هیچ وقت نمیتونستن مطالبی بگن و اگر هم میگفتن زایده یک الهامات و یک بحثهای دیگه بده. من اصولا طرز بحث آنه نتونستم خوب بیان کنم، ولی طرز بحث رو اصلا طرز بحث رو سر نسم و فکر کردم اینجور بحث بشه. یکی اینکه فرمودید که بشر اجتماعی، این رو خودتون هم که در بحثهای گذشته شک میکردید که آیا بشر اجتماعی است یا نه، و هم گردم بودید که بشر در دورانهای گذشته به صورت اجتماع زندگی نمیکرده. بحث زندگی کشورها یا قبایل عرب‌افتاده می‌بینیم که تقریبا جامعه انفرادی داره، یعنی افراد خودشون خوراک خودشون رو لباس خودشون رو وسایل زندگی خودشون فراهم می‌کردن، بعد تدریجا پی بردن به اینکه اگر بخواهم بهتر زندگی کنن اینجوری بهتره، ولی لزومی نداره حتما این کارو بکنن. مثلا ثقات الان دیگه تقریبا هم خوراک خودشون هم لباس خودشون هم غذای خودشون هم کش و همه چیز خودشون خودشون میکنه، و حالا که در اجتماعات بیشتر فیلم نه تقسیم شده و اجتماعات متمدن اینقدر تقسیم میشه که درسته میشه، و به همین دلیل هم گرفته معتقدن که کشورها اصلا باید وظایف خاص به عهده بگیرن. هیچ دلیلی نداره که یک کشور تمام صنایع رو جمع کنه، یک کشور اصلا باید کشاورزی باشه، یک کشور اصلا باید صنعتی باشه، یک کشور باید ثمر ثبوت داشته باشه و غذا لازم. مسئله وحی و الهام رو البته چون خوب تجربه همین نشده و بعد میخواد تفصیل او رو بعدا صحبت میکنیم، اما اون تعریفی که راجع به وحی فرمودید و این ارتباطی که انبیا با خدا داشتن از طریق وحی، ما با بعضی از روایات و آیات مغایرت داریم. ما میدونیم که پیغمبر میگه خودش در قرآن میگه من غیب نمیدونم، پس معلومه ارتباط از خالق نداشته، یا مدتی جبرئیل قطع کرد رابطه شو و این فکر کرد که شاید اشکالی اتفاق افتاد و مثلا از نبوت خلق شده اونم، پس دلیل بر اینکه یه مواقع خاصی به اینا ارتباط پیدا میشه و همیشه نبوده و خودش هم خطاهایی میکرده دوباره مسئله آیات بهش تعلق داده میشه. سوال اولی که کردید که به نظر خودم جواب شما رو دادید یا جواب آقای دکتر تیمان هست کردم، مسئله نیاز و فایده از دو تا با هم دیگر تو هم نیاز نیاز سوال اولی که کردید که به نظر خودم جواب شما رو دادید یا جواب آقای دکتر تیمان هست کردم،
مسئله نیاز و فایده از دو تا با هم دیگه تو هم. این دور شروع و پایه‌گذاری کردیم و فکر کردیم که مسائل اساسی در باب نبوت که باید بحث بشود سه مسئله است. یک مسئله، مسئله نیاز بشریت به نبوت، مسئله دوم درباره وحی و ارتباطی که پیغمبران ادعا کرده اند که با خداوند تبارک و تعالی داشته اند. این ارتباط مرموز که دیگران ندارند و اونها مدعی هستند که داشتن، این چیست؟ یعنی چگونه میتوان اون را توجیه کرد؟ قهرن با توجه به این که چیزیست که محسوسه، یعنی به فرض این که قبول بکنیم محسوس ادعای خاص بوده و ما که میخوایم وارد بحثش بشیم از یک همچه ارتباطی بی بهره هستیم، قهرن تفسیرش هم برای ما فوق العاده مشکل خواهد بود اگر نگیم ناممکن است. حالا اگر گفتیم ممکن است، باید بگیم چطور میتونیم ما بگیم ممکن است. آیا یک نمونه ای و یه شباهتی مثلا از او را ما میتونیم پیدا بکنیم؟ درجه ضعیفی از او را که بعد بگیم درجه قویش اونیست که در پیغمبران است یا نه؟ فقط در مقابل این جهت باید تسلیم باشیم، همینطوری که ادعی گفتن، همینقدر باید اقرار و اعتراف کنیم که یک رابطه مرموزی میان پیغمبران و خدا بوده است و اونها هم از او تعبیر به وحی کرده اند. و اما اینکه این ارتباط چگونه و چنه است ما نمیدانیم و امکان هم نداره که بتوانیم بفهمیم و بدانیم او را. که مسئله سوم، مسئله آیات و معجزات انبیا، به عبارت دیگر دلائل انبیا مرحله سوم، مرحله معجزات است و به اصطلاح دلائل انبیا بر صدق گفتار خودشون که بشر اگر بخواهد تصدیق بکند که اینها من جانب الله هستند، روی چه قرینه ای باید تصدیق بکنند و روی چه دلیل باید تصدیق بکنند که قرآن کریم از آنها تعبیر به آیات کرده است و بعدها در اصطلاح متکلمین کلمه معجزه اصطلاح شده است. کلمه معجزه اصطلاح کلامی است. علت شما را بعد عرض میکنیم که چرا این اصطلاح پیدا شده، ولی به هر حال یه اصطلاحی است که بعد علما این دو وجود آوردن. ما عرض کنم که یک احترام خاصی برای کلمه معجزه قائل نیستیم و خودمون هم ملزم نمیدونیم که حتما این کلمه را صادق بدونیم. کار نداریم، اونا میگن آیات دلالت. در حتی گلشته من در قسمت اول بحثی کردم که مورد ایراد بعضی از رفقا بود در مسئله نیاز به نبوت، که آیا بشریت نیاز به نبوت دارد یا ندارد. و
بعضی از رفقا ایرادشون به این نحو بود که این مسئله که من به عنوان نیاز ذکر کردم نه همچین نیازی از بشر ندارد، نمیشه ثابت کرد که واقعا بشر نیازی به نبوت و دستگاه انبیا دارد و به وجود پیغمبران و قهرن دینی که اونها از ناحیه خدا بیارند دارد، نمیشه اثبات کرد این مطلب. و بعد دیگر یعنی آقای مهندس کتیرائی در اصل این سبک استدلال اعتراض داشتن که به طور کلی اصلا اینجور این سبک استدلال یعنی از راه نیاز وارد شدن، این استدلال استدلال صحیحی نیست که چون بشر نیازمند به نبوت است پس بنابراین انبیایی باید در جهان باشند که این استدلال نبوت عامه به طور کلی، نبوتی به طور کلی باید در میان بشر باشد چون بشر نیازمند است. یعنی به فرض این هم که ما اثبات بکنیم که واقعا بشر نیازمند به چنین چیزی هست، یک دلیل قاطعی پیدا کنیم برای همچه نیازی و همچه احتیاجی، دلیل نمی شود که هر چیزی که بشر به او احتیاج دارد و واقعا هم به او احتیاج دارد باید در جهان وجود داشته باشه. خب ممکنه بشر به یه چیزی احتیاج داشته باشه، صد درصد هم احتیاج داشته باشه، احتیاجش هم واقعی باشد، ولی ما از کجا میتونیم بگیم که یه همچی چیزی باید وجود داشته باشه چون بشر به اصطلاح به اون نیاز داره. بعدم استناد کردن به نوشته آقای مهندس بازرگان در کتاب رایتی شده که اصلش این سبک استدلال به اصطلاح درسته. حالا من میخوام یک البته من میخواستم در اول این بحث نبوت را همونجور که در جلسه گذشته دیدید خیلی همچین سریع طی بکنیم و در 3-4 جلسه تمام بکنیم و بریم. بله بعد فهمیدیم که نه اینجور بحث اساسا به هیچ جایی نمیرسه، هزار جور ایراد و اشکال ناتوش باقی میمونه و خیلی ناقص و مبهم هست و بعد هم واقعا هم بحث لازم و مفیدی هست. بیشتر هر چه فکر بکنیم ممکن است که یک مطالب روشنتری ما پیش برسیم. اصلی کنم که من اولا یک توضیحی باید درباره عرض خودم بدم و بعد هم یک توضیحی هم برای بیان ایشان بکنم و بعد هم ببینیم که حالا چجوری دیگران بحث کرد. همین مسئله نیاز به احتیاج را اگر ما بخویم که ما به تعبیر نیاز احتیاج هم عرض کردیم بخویم بحث بکنیم، دو سبک به دو شکل می شود بحث کرد این را. یک شکل را در اصطلاح علمای اسلامی میگن سبک کلامی که فلاسفه این را منکرن و قبول ندارن. یک سبک دیگر را میگن سبک فلسفی که ما را روی اون اساس خواستیم صحبت کنیم. سلام علیکم. متکلمین که سبکشون را میگن سبک کلامی که این در باید آقایم توجه داشته باشن روی اساس این که اساسا قانون علت و معلول را و نظام سببی و مسببی را در جهان قبول ندارن و اون چی هم که دیده می شود اون را تقریبا یک امر تشریفاتی می دونن و تقید نظام علت و معلول را مثل این که فکر می کنن این معناش نوعی محدودیت قائل شدن برای خدا که بگیم از یک علت معین معلول معین پیدا می شود و بعدم خدا در واقع که انهو از کار خودش منعزل کردیم. نه این حقا نیست بکن. هر چیزی را ما مستقیم و بلا واسطه باید به خدا نسبت بدیم. بعد میگوین خدا من هم چون حکیم است کارها را بر طبق مصلحت انجام میدهد، کاری که خوب هست میکند
و باید هم بکند به مقتضای حکمتش، اگر نکند به حکمتش ضربه میزند و کار بد را هم نباید بکند. تازه اونایی که قائل به حسن قوم هستن، اونایی که نیستن که این مقدار رو نمیگن، کارهای بد را هم نباید بکند، اگر بکند این باز به خداییش و به حکمتش ضربه میزند. این است که کارهای خوب را تک تعبیر میکنند، میگن یجب علی الله، بر خدا واجب است که چنین کار را بکند، چون نیک است بر او واجب است چنین کار را بکند. و اگر کار بد را بهش میگن که نه، مثلا که قبیح است بر خداوند که چنین کاری بکند. این سبک استدلال البته سبک استدلال صحیحی نیست، چه از اون جهتی که انکار نظام علت و معلول است و چه از نظر این که انسان بخواهد خداوند را محکوم یک قاعده و قانون کرده باشد. یعنی خدا این کار را می کند به دلیل این که اگر نکند خلاف است، یعنی تقیین انگیزه این کار را می کند، اگر این کار را نکند خلاف کرده است، برای این که خلاف نکند، برای که معناش حکم انگیزه را داشته باشه. اصلا این با خدایی، یعنی با واجب الوجود بودن، با این که این خودش تحت تأثیر علتی قرار نداشته باشه منافات داره. و بعد هم این حسن و قوه هایی که ما درک میکنیم، اینا را به اصطلاح میگن امور اعتباری بشری است. یعنی اینها یه چیزی است که بشر در زندگی بشر فقط صادق است، در غیر زندگی بشر اینها صادق نیست. این یه سبک است که اساسش چون این کار نیک است باید باشد و چون بد است نباید باشد، یه سبک فکر است. ما اینجور نخواستیم استدلال بکنیم که پیغمبران اگر باشن وجودشون مفید است، چون وجودشون ما فرض میکنیم مفید است، میگیم پس وجودشون هر چیزی هم که مفیده خوب است، چون خوب است پس باید خدا این کار نکرده باشد. یه سبک استدلال دیگری هست که اون مسئله به تعبیری است که ما عرض کردیم، مسئله احتیاج. توجه کردید؟ احتیاج که خودش یه قانون است، قانون طبیعی هم هست. مسئله احتیاج، هرچه روی دسته محتاج روست تا بیابد طالبی چیزی که جست. مسئله احتیاج این است که اگر یک موجودی در جریان طبیعی خودش، در حیات خودش، در مسیر خودش به چیزی نیازمند باشد و پیدایش اون چیز هم برای او امکان داشته باشه، این هم شرط دومش هست، که ممکن نیازی داشته باشه این ناممکن باشد و امکان هم داشته باشه، به اصطلاح شیئی به چیزی محتاج باشه و قابلیت اون را هم، قابلیت این که اون چیز به او داده بشه وجود داشته باشد. اون وقت اگر او داده نشود، معناش این است که قابلیت هست و فاعلیت وجود ندارد. و از نظر فلاسفه هرچه در جهان واقع نمی شود به علت عدم امکان و عدم قابلیت است، و هر چیزی که امکان و قابلیت داشته باشد او وجود پیدا می کند. اونها در مسئله انبیاء و نبوت
اینجور آمدن گفتن، اول این بحث را وارد شدن که نبوت ممکن است. روی حسابه ای که حالا در خود حقیقت وحی بحث بکنیم، یعنی این که یک انسان اتصال با جهان دیگر داشته باشد، اول این را فرض کردن و ثابت کردن در روی حسابهای خودشون که این یک امر ممکنی و ناممکن نیست. وقت در مرحله بعد آمدن گفتن که بشریت به نبوت نیازمند است، یعنی این نبوت برای زندگی بشر یک خیر است و یک سعادت است و یک کمال است. به کمک این دو اصل، یک امکان اصل نبوت به معنی این که همون بشری اتصال داشته باشه با جهان دیگر و از اونجا الهاماتی و القاعاتی به او بشود، و این که این یک خلایی الان در با نبودن اونها در زندگی بشر خلایی وجود پیدا می کند که منجر به اختلال کلی زندگی بشر می شود، گفتن که از بنابراین ضروری است. اونا که وقتی میگن وجود یعنی ضروری است، پس ضرورت دارد در نظام جهان که نبوتی وجود داشته باشه. پس این خیر، این طرح بیان خیر از مسئله اون طرح بیانی است که به اصطلاح میگن تکلیف برای خدا معین میشود، چون خدا مکلف است باید کاری را انجام بدهد. صحبت تکلیف نیست، توجه کردید، صحبت امر دیگری است. مسئله این که اونها میگن خداوند فاعل تام است و از ناحیه او منع فیض امکان ندارد، بخل در ذات او وجود ندارد، پس اگر شیئی در نظام وجود امکان وجود داشته باشد و امکان ادامه وجود داشته باشد از طرف او افاده می شود، غیر از این است که ما میخوایم بگیم چون تکلیف خدا این است باید انجام بده. حالا اما اون بیان مختصری که ما راجع به اصل نیاز داشتیم که گفتیم بعضی از اصحاب گفتن که اساسا این اصلش نمیشه، گفتیم تو نیاز کردن ما، یکی این که اصلا شما نمیتونید اثبات کنید که نیازی بشریت و انبیا داشته و دارد، دوم گفتن به فرض اینم که اثبات شود دلیل نمیشود. مسئله نیاز، اصل خود مسئله نیاز ما این عرض کردیم، حالا شما فکر کنید ببینید همچین نیازی هست یا نیست. عرض کردیم به این که بشر در سطحی که زندگی می کند زندگی یک موجود مختار است، یعنی یک موجودی که با اراده خودش و با انتخاب و تصمیم خودش باید کار بکند. یعنی در این مرحله، این مرحله از کمال وجودی، حالا اسمش کمال مقدس هست که مقدس است و واقعا کمال است، به این مرحله از کمال وجودی رسیده است که با جمادات فرق می کند، با نباتات فرق می کند، با حیوانات هم فرق می کند، که حیات او یک حیاتی است که با انتخاب و تصمیم و اراده خودش باید کارها را انجام بده. یه موجود آزاد مختار، آزاد مختار. این موجود آزاد مختار زندگیش هم یک زندگی اجتماعی است. همین که گفتن مدنی به طبع، یعنی انفرادی، اگر این بخواد انفرادی زندگی بکند نمیتواند در باقی بماند. بقای این به همین است که اجتماعی زندگی بکنند. اصلا ساختمانش جوری ساخته شده است که باید با کمک یک دیگر زندگی بکنند، چه از نظر استعدادهای جسمی و چه از نظر استعدادهای روحی و معنوی که دارند.
اون وقت زندگی اجتماعیش مشروط به وجود یک ایمان است. یعنی اون حالت طبیعی و غریزی که خودش دارد که هر فردی منفعت خودش را فقط میخواهد و غرض و منفعت خودش را بر مصلحت مقدم میدارد، این قادر نیست که زندگی اجتماعی او را اداره بکند. باید یک ایمانی بر وجودش حکومت بکند که به موجب اون ایمان قوانین و مقرراتی که به خاطر مصالح اجتماع وضع شده است، حالا یا من جانب الله بگید یا جانب خود مردم، که حالا تو خود قوانین هم من جانب الله لااقل اصولش باید باشد، باید یک ایمانی بر وجود بشر حکومت بکند تا اون قوانینی که اون قوانین اداره کننده اجتماع، چون زندگی اجتماعی که بدون قانون نمی شود، تا اون قوانین احترام پیدا کند و زندگی بشر اداره بشود. و عرض کردیم عملاً هم زندگی بشر را همین چیزهایی که اسم اونها را اخلاق می گذارند، همین پابندی ها به راستی، پابندی های از روی ایمان، نه اینکه من راست بگم روی حساب دقیق منفعت که اگر این راست رو بگم برای اینکه اگر دروغ بگم او هم دروغ میگه، اونم دروغ میگه، اونم چی میگه، عقاب ضرر من بیشتر خواهد بود. راست بگویم به خاطر ایمان دراستی، امانت داشته باشه به خاطر ایمان به امانت، دزدی نکند به خاطر ایمان به این که نباید دزدی بکند. بقای گذشته زندگی بشر به همین ها بوده، یعنی به همین احترامی بوده که به همین اصول احترام به قانون و راستی درستی، همین هایی که اسمش اخلاق اداره خلاصه میگذارن. و الان هم باز بشر همین زندگی که دارد، اگر نگیم تمامش، تا حد زیادش بستگی دارد، اگر بگیم تمامش برش بستگی دارد، نه که همش این هست بستگی دارد، به همین ایمان و احترامی که به اصطلاح به اصول زندگی اجتماعی خودش دارد. اگر این ایمان احترام درش بگیریم و اون رو بگذاریم و همون حالت منفعت خواهی شخصی خودش و بخواد در زندگی اجتماعی این اصول را که از ضروریات زندگی اجتماعی هم هست، قانون محترم رو که بشمارد به خاطر فرد خودش و شخص خودش، دائم مدار این است که تا وقتی که میترسد از تخطی این، یعنی قوتی ندارد، زوری ندارد، احترام میذارد. همینقدر که قوت زور شخصی پیدا کرد نه، تا وقتی همکاری میکند که تحت یک فشار باشد، همینجوری که مثلا ما میگیم یک عده دزد هم در مدتی که اینها دزدی میکنند به یک جمعیتی را تشکیل دادن، اینها با خودشان در نهایت به اصطلاح صداقت و امانت با خودشان رفتار میکنند، چون خودشان در مقابله یک دشمنهای خیلی بیشتر و قویتری از خودشون میبینن، میدونن که همچی به اثر اختلاف را، اثر سوء اختلاف را قریب و نقد میبینن، یعنی میبینن همین امروز اگه اختلاف بکنن فردا همه تو از بین رفتن. در یه همچه شرایطی بشر خودش را پابند میکنه، یعنی وقت اثر دروغ را همچی مستقیم و نقد میبینن خودش پابند میکنه. اما همونها
وقتی که بگذرد که اثرها خیلی دو اثر به اجتماع مخواد درست به اجتماع مخواد فاسد بشه اجتماع میشه مخواد خراب بشه اثر 10 سال 5 سال دیگه مخواد پیدا بشه اهمیت نمیده به اون مطلب هایی بشریت به یک همچه بشریت به زندگی اجتماعی نیازمند است به قانون نیازمند است به قانونی که به اون قانون ایمان داشته باشد و به خود ایمان نیازمند است پس اصل نیازمندی را ما عرض کردیم که اصل این نیازمندی را نمی شود این کار کرد و گفت نه همچین نیازی وجود ندارد و تا امروز هم که اصل ترقی بشر است این که بشریت نیازی به قانون ندارد نیامد این هم که بشریت احتیاج به ایمان به قانون ندارد بازم نیامده فقط مطلبی که هست این هست که آیا می شود این ایمان را به این قانون را از غیر طریق نبوت به وجود آورد یا نه بسی که اصل امروز مطلب این هست که آقا می شود قانون را و توأم با یک ایمان واضحی به اون قانون از غیر طریق انبیا به وجود آورد و راحت در عصر حاضر به وجود آورد اگه در گذشته بشر قادر نبوده چنین قوانینی و چنین ایمانی به قوانینی همینجوری که احزاب و مسلک ها در اثر تربیت ها تا حدود این کار رو می کنن که هم قانون به وجود میارن و هم یک ایمان به قانون و فداکاری در راه اون قانون به وجود میارن توجه کردید؟ که اگر ما توانستیم بگیم نه آقا اینی هم که هست یک امر پایداری نیست سلام علیکم اگر این مطلب هم توانستیم ما ثابت بکنیم که احتیاج به نبوت در همه اثرها ثابت کردیم و اگر نتوانستیم اما راهی که آقای مهندس کثیری پیشنهاد کردن من اون راه را که من قبل از اینکه بخونم چون نخونده بودم یادم نیست در گذاشتم خونده بودم و یادم نبود و یا اینکه نخونده بودم قسمت های توحید و معاد را در سال گذاشتم من خوندم ولی این قسمت ها که مربوط نبود نبود من یادم نبود اگه هم خونده بودم یادم نبود ببینید یک مطلب هست من این مطلب رو قبول دارم که باز هم در این کتاب هم یعنی در کتاب راه طی شده روی این مبنا طی نشده و اون این است ممکن است کسی اساسا در باب نبوت از این طریق وارد بشود که راه خیلی کوتاه کرده باشه و نزدیک و اون این است بگوید آقا ما در قبال یک امر واقعی قرار گرفتیم فرزن اما نتوانیم نیاز عالم خلقت را به او به دست بیاریم و به اصطلاح نتونیم از راه برهان لمی یعنی از راه علت بر معلول استدلال بکنیم از راه معلول بر علت استدلال میکنیم روشن‌تر است ما گاهی وقتا به یه اشیایی برخورد میکنیم در خارج که شک نداریم که این وجود داره الان یه امریکی که وجود داره و این امریکی که وجود دارد وقتی تجزیه و تحلیلش میکنیم میبینیم که منبع این نمیتونه یک امر مادی و عادی باشد این امری که وجود دارد دارای یک سلسله خصائص است که به موجب این خصائص ما باید بگیم منبع غیر منبع الهی دارد منبع خدایی دارد یا به تعبیرهای ما منبع ماوراء طبیعی دارد و من مثالی عرض میکنم یکی از مسائل مهم همه آقایان بهتر اطلاع دارن که خیلی هم در بارش اخیراً مثلا کتاب نوشتن به کتاب بیمیتن
مسئله غرائز حیوانات است، مخصوصا غرائز حشرات. مخصوصا در عصر امروز، حالا قدیم اگه فقط روز زنبور اصل فقط مطالعاتی کرده بودن که هم حتما در اندازه مطالعات امروز نبوده است،